دکتر ندا مهربانی، متخصص کایروپراکتیک، طب سوزنی و طب چینی، مطب در شهر انسینو، تلفن 818-990-5321، drneda.com. Welcome to Dr. Ned's office. با مژده حبیبی. به نام بینام او، درودی گرم و صمیمانه حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و با آرزوی شادمانی و تندرستی برای شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید و تماشاگر این برنامه مژده حبیبی هستم. به برنامه فرهنگی هنری عاشقانه خیلی خوش آمدید. امروز در استودیوی تلویزیون اندیشه مهمان بسیار عزیزی دارم، یک هنرمند جوان با کارهای بسیار زیبا و حیرت انگیز، خانم یاس محمدی، هنرمند نقاش، که لطف کردن دعوت منو پذیرفتن و به این برنامه تشریف آوردن. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید. سلام، مرسی از دعوتتون، خوشحالم که اینجا هستم. ممنونم. من با خانم محمدی در یک نمایشگاه نقاشی آشنا شدیم، در نمایشگاه سیهون که برای همه ما آشنا هستش، به مدیریت خانم مریم سیهون در شهر لس آنجلس، و معمولاً کارهای زیبا و فوق‌العاده قشنگی رو هر دفعه در آثار نمایش نقاش‌هایی که براشون نمایشگاه میذارن ما هر دفعه اونجا خواهیم دید. و من با خانم محمدی در نمایشگاهی که اینجا داشتن آشنا شدم و کاراشون خیلی منو جلب کرد و باعث شد که با هم خیلی صحبت بکنیم و اینکه من ازشون دعوت بکنم به این برنامه تشریف بیارن. شما مدت کوتاهی هست که به لس آنجلس تشریف آوردید. بله، نزدیک 2 ساله. خب خوشحالید اینجا، بهتون خوش میگذره؟ هنوز عادت نکردم، در واقع یه جورایی هنوز خونه نشده برام. خب هیچ وقت خونه نمیشه. حداقل حسش رو، اون حس رو هنوز ندارم. آره، ولی خب حتما دلتونم برای خانواده تنگ شده. قطعا طبیعیه. خب شما که با رویه هنری معمولا از کشور دب خارج بشه و از خانواده، خود دلتنگی ها بیشتره. اما درباره کارهای خیلی قشنگ شما میخوام صحبت بکنم که خیلی برای من جالب و واقعا کارهای یونیکی هستش. اسمش هست مجسمه های کاغذی، درسته؟ که میدونم شما خیلی از این کارهای اندازه های مختلف و با سوژه های مختلف. اولا که اصلا چطوری نقاشی ها به ذهنتون رسید، این کارهای حجم، و چطوری بهش رسیدید و بالاخره چطوری اینا رو درست میکنی؟ یا خودتون کم کم بهش رسیدی، یا اینکه از جایی آموزش دیدین؟ در واقع نه، از جای آموزش ندیدم و خیلی اتفاقی، و در واقع میتونم بهتون بگم که در عرض یک شب یهو به ذهنم رسید که یه همچین کاری بکنم. و در واقع اولش هیچ در فکری روش نبود که چطور، فقط دلم میخواست این کار رو انجام بدم، به خاطر اینکه متریالی که من باش کار میکنم کاغذ هست و نه خمیر کاغذ یا به اصطلاح همون پاپیر ماشه، و خیلی اتفاقی صورت گرفت که خوشم اومد، یعنی جواب گرفت، یعنی اون چیزی که میخواستم شد. و شروع کردم ساختن تعداد زیادی از اینا، و در واقع تو ایران من حدود 7 ساله که این کار انجام میدادم و نمایشگاه متعددی هم گذاشتم، مجموعه های جداگانه داشتم که مجموعه 1001 شب بود که از کرکترها و شخصیت های 1001 شب الهام گرفته بودم، و همینطور
از نوشته های چاپ سنگی 1001 شب در واقع توش استفاده کرده بودم و آره من این کارا رو دیدم، خیلی خیلی کارای قشنگی بود. بله تو تصویرام که چیز هست، چند تاییش هست توی تصویرایی که میبینن. و یه مجموعه دیگه که داشتم در واقع 40 تا زن بود که به اسم 40 دخترون بود، که خب یه افسانه قدیمی در ایران هستش و در واقع خواستم یه جورایی اون حس و حال رو به بیننده ها القا بکنم و نمایشگاه خیلی موفقی هم بود. و این کار وقتی اومدم اینجا کماکان ادامه داره. و شما در دانشگاه هنرهای زیبا درس خوندید؟ بله من فوق لیسانس تصویرسازی هستم از دانشگاه تهران. بسیار عالی. و میدونم که تدریس هم میکردید در ایران. بله من تقریبا میشه گفت که سالهای زیادی رو درس میدادم توی دانشگاه مختلف، دانشگاه آزاد، از زهرا و توی گالری شخصی خودم شاگردایی داشتم و کلن کار تدریس رو خیلی دوست داشتم. من میخوام بیشتر درباره این حجمای خیلی من چون اینا رو دوست دارم و واقعا هر کدومشون با اینکه خب خیلی مشخصه که مثلا اگر که کسی با کار شما آشنا باشه حتی یه دونه از این مجسمه های کاغذ رو ببینه متوجه میشه که کار شماست، ولی در این حال تنوع دارن، یعنی هیچ کدومشون شبیه هم نیستن، یعنی انقدر اینا به نظر من در این حال در این یک پارچگی تنوع دارن که برای خود من جالبه. وقتی که شروع به کار میکنید چیز خاصی تو ذهنتون هست یا کاملا حسی میرید جلو؟ واقعیتش اوایل حسی خیلی پیش میومد، به مرور زمان وقتی که دیگه شما متریال رو میشناسید، هرچند که خیلی تصادفیه، یعنی خیلی هم تحت کنترل نیست و امکانش نیست که من از یک حجم بتونم دوتا بسازم، چون نمیتونم، من شاید نمیتونم. دقیقا همینجوره، یعنی کار هنری همینجوره، نمیشه که دقیقا شبیه هم باشه. دقیقا، ولی به مرور خب یه تصویر ذهنی تو سرم هست وقتی دارم اینو میسازم و سعی میکنم به اون تصویر ذهنی برسم برای اینکه اون کرکتر رو در بیارم، ولی عمده کار موقعی که در واقع دارم روشون نقاشی میکنم، یعنی اون شخصیت پردازی واقعی وقتیه که این از حالت خام و متریال کاغذ خام در میاد و روش شروع میکنم کار کردن و نقاشی کردن. من وقتی که شما این چند تا کار رو آورده بودیم فکر کردم که خیلی کارهای سنگینیه، یعنی مثلا وقتی پایه هاش، ولی وقتی که بلند کردم دیدم نه خیلی هم سبک هستن و خیلی قابل هم. و من میبینم که چیزایی هم شما روش نوشته، این نوشته هایی رو هم داره، این روایت خاصی داره فکر میکنید که این روی شعر خاص یا یه سری از این مجموعه ها که گفتم در واقع با نوشته های چاپ سنگی 1001 شب یک بخش های تو این چاپ سنگی ها هست که راجب در واقع شمارش این روزهاییه که شهرزاد داستان میگفته چون شب 1001 برآمد مثلا، و اینا برای من یه کلیشه شده بود که توی بعضی از کارام استفاده میکردم، یعنی این که مثل روز به روز این تغییری که به وجود میادش، این یه جورایی برای من مثل یه کد تو بعضی از کارا وجود داشت و شعر خاصی نیست، بیشتر باعث شده که دلم میخواد که مثلا بعضی وقتا احساس میکنم که لازمه که از خط توی کارم استفاده بکنم، توی نقاشیام هم همینطوریه، ناخودآگاه اون تصویرسازی و اون درسی که راجع به تصویرسازی خونده بودم و تصویرگری که میکردم سالها توی همه کارهای من هست، یعنی وجود خط، نوشته، روایت توی نقاشیام، توی حجمم سعی میکنم ازش استفاده کنم. مثلا این کار که الان من میبینم که مثل یه فرشته بالدار هست، روی چه چیزی تو ذهنتون اومده؟ یعنی تو شعر خاصی بوده یا چی فکر کردین که روش بیندی؟ مثل یه زنی هست، البته همه کار شما همشون در واقع زن هستن، یعنی روی سوژه زن هست. حالا من میبینم که فرقش با بقیه اینه که بال داره. در واقع توی کاری که من انجام میدم معمولا خب
فقط از فیگور زن استفاده میکنم. حالا نمیدونم چرا، ولی فکر میکنم جذابیت بیشتری داره برام، یعنی جای کار بیشتری داره توی این مجموعه ها. در واقع شاید یه جوری ارتباط با خوده، یعنی وقتی که ناخودآگاه و اینه که خب من وقتی دارم یه چیزی رو در واقع تصویر ذهنیمو دارم روایت میکنم، شاید دارم خودم رو روایت میکنم، شاید دارم هم نوعام رو روایت میکنم. در هر صورت این چیزیه که ممکنه پیش بیاد دیگه، به صورت خیلی ناخودآگاه. توی کارهای من معمولا چند تا المان وجود داره. یکی زنهای چادریه، یکی فرشته ها هستن و یه مدتی هم روی در واقع سبک و سیاق و لباس های حالا دوره های مختلف برای مجسمه ها خیلی کار میکردم. دوره های مختلف تاریخ ایران و در واقع از نظر جغرافیایی نقاط مختلف ایران. بله، مثلا برای همون 1001 شب خب قاعدتا نوع پوشش خاصی میطلبید کارا و خیلی وقتا از پوشش زنای جنوبی این برقه و در واقع نوع بستن این روسری و حجابشون. و خود شما از یعنی کدام نقطه ایران هستید؟ خانواده ای؟ میدونم که در تهران زندگی میکنید. من پدر و مادرم اهل تهران هستن و خودم هم همینطور، منتها خب دیگه پدر بزرگ مادر بزرگ از جاهای مختلف. چون به جنوب اشاره کردین گفتم شاید که اونجا بودید و با مثلا نزدیک بودید باشون. در واقع بر من جذابیت جنوب به خاطر اینه که من تز فوق لیسانسم که با مرحوم استاد ممیز در واقع گذروندمش، یه موضوع خیلی خاص بود که روی طرح و نقوش خالکوبی ایران و جهان در واقع یه تحقیقی میکردم و به خاطر این من توی شهرهای مختلف جنوب رفته بودم، به خاطر اینکه میخواستم تحقیق میدانی راجع به خالکوبی هایی که انجام میشه داشته باشم. به خاطر همین خیلی برام جذاب بود، خیلی جالب بود نوع پوشششون. در واقع حالا اون موقع که روی خالکوبی کار میکردم خیلی خالکوبی‌های عجیب و غریب و جذابی دارن. خیلی جالب دارن. و عجیب و غریب هست. بله، واقعا سرزمین عجیبیه، یعنی کلن ایران سرزمین عجیبیه، جنوب عجیبتر. خیلی یعنی تنوع و جذابیت های زیادی در کارشون دارن. دکتر ندا مهربانی، متخصص دردهای عضلانی و مفصلی، طب سوزنی و طب چینی. در مطب دکتر ندا مهربانی با استفاده از دستگاه‌های مجهز و پیشرفته، انواع ماساژهای طبی، داروهای 100% گیاهی و نرمش‌های مناسب در محیطی گرم، شاداب و صمیمی به شما کمک می‌شود از دردهای آزاردهنده رهایی یافته و سلامتی کامل خود را بازیابید. قبول تمامی بیمه‌های سلامتی از جمله مدیکر و مدیکال. مطب در شهر انسینو. تلفن 818-990-5321. drneda.com. سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است. برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید. تلفن 619-889-7990. شراره شیروانی، مشاور و یاور مهربان و امین شما در امور املاک در شهر یوستون. شهر یوستون در بحران اقتصادی دچار رکود نشده و با ایرانی ها میهمان نواز، خونگرم و مهربان است. با شراره شیروانی تماس بگیرید. 713-443-3880. اما از مجسمه‌های کاغذی که بگذاریم، که من خیلی دوستشون دارم و واقعا بهتون تبریک میگم برای این کارهای جالب. من اون شب هم خیلی جذبشون شدم و ساعت‌ها با هم صحبت کردیم درباره این مجسمه‌های قشنگ.
بریم بپردازیم به کارهای نقاشی شما که دوست ما لطف میکنن و نمایش میدن. درباره کارهای نقاشیتون صحبت کنین و این کارهای اخیری که به من گفتید که کارهای اخیره و اینا رو در آمریکا شروع کردید. اولا که متریالش با اکریلیک کار میکنید، بله. میتونین بیشتر دربارش صحبت بکنین، چون برای من که یه بیننده هستم روی مسئله حجاب داره صحبت میکنه. حالا شما شاید اصلا یه بینش دیگه دارین و با یه حس دیگه کار کردین، ولی اون چیزی رو که القا میکنه اون روبنده ها و در این حال بدن لخت که آزادی یه زن هستش، حالا یا صورتش رو بخواد نشون بده یا و بدن پوشیده، برای من جالب شد. خودتون دوست دارید که بیشتر در این مورد توضیح بدین؟ در واقع این کارا من تو ایرانم کار میکردم، منتها خب متاسفانه اینجا امکانش نبود که با خودم داشته باشم اینا رو. و ولی مطمئنن این کارا رو که در ایران نمیتونستید نمایش بدید؟ خب نه حتما نمیتونستید. بالاخره خب بخشی از در واقع حسن مهاجرت اینه که یه سری کارا رو میتونی انجام بدی اینجا. ببین این قضیه حجاب یا پوشیه و چادر، همونطور که بهتون گفتم توی کارام هم هستش، تو مجسمه های منم هست. یعنی از نظر فرم و در هر صورت انکارناپذیره، جزئی از ما بوده از قدیم و وجود داره. من باهاش بزرگ شدم، من زیاد دیدمش دور و بر خودم و خب بالاخره یه چیزی بوده که هممون میدونیم. من از وقتی که اومدم اینجا در واقع میشه گفت که خیلی ناخودآگاه این کارا رو انجام دادم، شاید به خاطر نوع نگاه هم به جایی که جدیدن اومدم و دارم زندگی میکنم و این تناقضی که وجود داره توی این دوتا محیط برای من هنوز چیز نیست، یعنی بهش عادت نکردم، یه جورای این تناقض تو من وجود داره، هنوز نمیتونم حل و فصلش کنم. شاید به خاطر همین خیلی ناخودآگاه این کارا اومده که در هر صورت دارم میبینم که آدم بیتفاوتی نیستم در هیچ دوره از زندگیم، آدم بیتفاوتی نسبت به اطرافم، اتفاقاتی که میفته نیستم، ولی بعضی وقتا یه سری کارا هستش که مخصوصا تو کار هنر که به صورت کاملا ناخودآگاه پیش میاد. حالا شما به عنوان یه هنرمند جوان که خب تقریبا به تازگی هم جوان نیستم به تازگی نه دیگه جوانی دیگه، از تقریبا به تازگی از کشور خودش به کشور دیگه اومده، فکر میکنید حالا راحت تر هست اینجا براتون؟ از لحاظ هنری راحت تر هست، از لحاظ زندگی شاید یه خورده سخت تر باشه، مخصوصا اوایل مهاجرت؟ بله واقعا اولش خیلی سخته، هنوز تموم نشده این سختی ها البته، ولی یه چیز خیلی جالبی که من اینجا بهش رسیدم اینه که تو این جامعه هم بایدها نبایدهایی وجود داره تو کار هنر، یعنی شاید نوع برخوردشون متفاوت باشه ولی نتیجهش یکیه، یعنی ناخودآگاه تو هی سعی میکنی که یه سری کارا رو انجام ندی، یعنی حالا شاید به خاطر اصولشونه، شاید به خاطر فرهنگشونه، شاید این مختص امریکا باشه، من تو اروپا تا جایی که اطلاع دارم یه ذره این مسئله بازتر و راحت‌تره و این بر من خیلی جای تعجب داشت، یعنی خیلی عجیب بود بر من. منظورتون جامعه ایرانی هست یا کلن جامعه آمریکایی؟ هر دوش در واقع فرقی نمی کنه. ببین فکر میکنید که یعنی محدودیت هایی در کارتون باید اعمال بشه؟ حتما اینطوری هستش، به خاطر این که کلن آدم هایی که خیلی دوگم هستن تو هر مسئله سیاسی، مذهبی یا هر نوع تفکری فرقی نمیکنه واقعا، آدم با یعنی هنرمند فکر نمیکنم بتونه باشون کنار بیاد، یعنی نمیفهممشون، حداقل اگر که من در مورد خودم بخوام صحبت بکنم، و اینو گرفتم ازشون که محدودیت در اینجا وجود داره و خب شاید
من هنوز کامل این جامعه رو نمیشناسم و این طبیعیه، چون مدت زیادی نیست که اینجا دارم زندگی میکنم و شاید خیلی توی اجتماع به صورت، یعنی اون جوری که توی ایران بودم هنوز در واقع حل نشدم تو این جامعه تا بخوام سرش بزنم. در مجموع خوشحال هستید که به هر حال اومدید، یا اینکه الان مرددید، یا میگید که کاش که ایران میموندم؟ چه فکر میکنید از دیدگاه یه هنرمند که به هر حال مجبور شده خانوادهش رو ترک بکنه؟ من فکر میکنم که اصلا خارج از این که اصلا چه تیتری داشته باشین، آدم ها وقتی که از یه جایی به یه جای جدید میان همیشه حداقل تا یه مدت این تردید باهاشون هست، یعنی به محض اینکه سختیایی که خودتونم میدونین دیگه ناگزیره وقتی که شما وارد محیط جدید میشید، برای اینکه بخواید جا بیافتید و بتونید اونجا زندگی بکنید سختیایی وجود داره و بعضی وقتا پیش خودت فکر میکنی که کار اشتباهی کردم، من نباید مثلا این کار رو میکردم، نه من که خیلی ها رو من میشناسم که این تردید درشون وجود داشته، ولی کاری که کردم و در واقع دارم سعی میکنم که بهش عادت بکنم و بتونم از موقعیت هایی که اینجا وجود داره برای کارم استفاده بهتری بکنم که مطمئنم که امکان پذیر هست، یعنی حداقلش میخوام خوشبین باشم. حتما من به شما میگم که همینطور هست، برای اینکه خب به هر حال کارهای شما در سطح خیلی خوبی هست و مطمئنم که کم کم راه خودش رو پیدا میکنه و ما موفقیت های خیلی بزرگتری رو از شما خواهیم دید، برای اینکه یه کار یونیک داری ارائه میدید که میدونم حتما طرفداران خودش رو پیدا خواهد کرد و خودتون هم باش کم کم همینطور به هر حال یه هنرمند با کار خودش رشد میکنه دیگه. ولی به عنوان اینکه به هر حال میدونم که فرصت ما هم روی پایان هست، اول درباره وبسایتتون صحبت بکنم که فراموش کردم. وبسایتی هست که دوستان علاقمندان کاراتون بتونن برن کاراتون رو ببینن؟ بله، در واقع وبسایت من یاس محمدی، یعنی www.yasmuhammadi.com که در واقع کارهای حجم هستش، این کارهای مجسمه های کاغذیم هست و کسایی که دوست دارن خوشحال میشیم که برن سایتو ببینن. میتونن خریداری کنن از طریق سایتتون؟ بله، ولی در حال حاضر در حال آپگرید کردن این سایت هستم، ولی امکان پذیر هست. بله، و در واقع خیلی هم فکر میکنم که روش خوبی باشه شما در واقع اینو پیشنهادم دادین این وسط من. نه آره، برای اینکه خیلی کارای قشنگ و زیبایی هست و خیلی راحت تر هست، چون به هر حال شما وقتی یه نمایشگاه یه جایی میذاری شاید خیلی مخصوصا در این شهر که شهر بزرگیه و فاصله ها خیلی زیاده و ترافیک همه نمیتونن که بیان موفق بشن تو مدت کوتاه کارهای شما رو از نزدیک ببینن. البته خب دیدن کارهای هنری از نقاشی از نزدیک خیلی بهتره، ولی که از طریق وبسایت میتونن خیلی راحت خریداری بکنن که دیگه به حال از این تکنولوژی بعد ما می استفاده بکنیم دیگه نمیشه که. خیلی خوشحال شدم که این گفتگو رو با هم دیگه داشتیم، امیدوارم که خیلی موفق تر باشید از قبل. و این سوالایی هم که کردم آیا اینجا خوشحال ترید، بیشتر به دلیل این بود که میدونم که بیننده های زیادی در سراسر دنیا خصوصا در ایران این برنامه رو میبینن و شاید خیلی هنرمندای جوان بخوان با تجربه شما آشنا بشن. این بود که خورده پافشاری کردم و سوال کردم، بیشتر در این مورد بود. اما یه سوال دیگه هم خیلی کوتاه پیش از اینکه برنامه‌مون تموم شه از شما دارم. بیشتر هنرمندا حالا فرق میکنه البته در چه زمینه‌های هنری، معمولا وقتی که خیلی خورده ناراحتن یا غمگین ترن کارهایی از خودشون ارائه میدن و بعضیا وقتی خوشحال ترن. شما جزو کدوم دسته هستید؟ من در واقع تا حالا به این مسئله فکر نکردم، چون وقتی حالم خیلی بد باشه کلن هیچ کاری نمیتونم بکنم و کلن دسته ای هستی که من هستم در این زمینه با هم در یک کشتی هستیم به قول معروف. ولی وقتی که دلم بخواد کار بکنم دیگه مهم نیست که دیگه چه اتفاقی داره در جهان میفته، چون از وقتا خب وقتی که هنرمند داره کار میکنه حالشو خوب میکنه، یه هنرمند وقتی داره در حال خلق یه اثری هست معمولا خیلی اون
حال خوبیه، یعنی خیلی آدم خوشحاله، حس خوبی داره. ولی خب من فکر میکنم که خود من خیلی عجیب و غریبم در این زمینه. پس شما چون بیشتر وقتا میگن نه آدم کار هنری میکنه حالش بهتر میشه، و وقتی که مثلا غمگینه تازه میره سراغ کار که یک کار فوق‌العاده باشکوهی رو تولید کنه. شاید بشه آدم شعر بگه در اون حالت، ولی فکر نمیکنم. خب یعنی الان گفتین که شاعرها باید همشون غمگین باشه. خب بعضی وقتا فکر میکنم که خیلی از شعر از غم اومده و اگه به کارنامه شاعرای قدیم نگاه کنیم، آره تقریبا. ولی به هر حال من خودم جزو کسایی هستم که وقتی خوشحالم بیشتر میتونم تولید کنم، یعنی بیشتر کارام وقتی تاریخاشو نگاه میکنم میبینم اون تاریخا زمانی بوده که خیلی خوشحال تر بودم. انشالله شما هم همیشه خوشحال باشید و کارهای خوب و قشنگتر تولید بکنید. ممنونم از اینکه تشریف آوردید. تشکر میکنم از همکارانم در کادر فنی تلویزیون اندیشه و تشکر از شما بینندگان عزیز که به این برنامه توجه کردید. تو ز چشم خیش پنهانی، اگر پیدا شوی در میان جان تو گنجی نهان آید پدید. تا برنامه دیگر، روزگار به همه شما خوش، دوستتون دارم. دکتر ندا مهربانی، متخصص کایروپراکتیک، طب سوزنی و طب چینی، مطب در شهر انسینو، تلفن 818-990-5321، drneda.com. Welcome to Dr. Ned's office.